خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز ارجمند، دوستانی که در سیستم زوم شرکت کردن، همچنین در دوستانی که در به سلام ابن سینا حضور دارن. خداوند رو شاکر هستم که این کلاس به هر حال با لطف و عنایت الهی و کمک و همراهی دوستانی که توی ابن سینا هستن، هیئت امنا و دلسوزان ابن سینا که خواهان رشد و پرورش فکری هموطنان هستن و در جهت اشاعه فرهنگ اسلامی و ایمانی و ایرانی جامعه خودمون فعال هستن، این به اصطلاح حرکت انجام شده و انشاءالله به لطف خداوند هم ادامه خواهد یافت. موضوع بحث ما از این جلسه هماندیشی با مولانا در قرائت تحلیلی داستان‌های مثنوی هستش. خب، من با اجازهتون طبق سنتی که از قبل داشتم یه اسکرین شیر میکنم و وارد به اصطلاح موضوع میشیم که شما میدونید که مولانا جلال الدین بلخی متولد 15 مهر 586 هجری شمسی در بلخ هستش، وفاتش در 4 دی 652 هجری شمسی در قونیه اتفاق افتاده. آثار مهمی که از مولانا برای ما باقی مانده به اصطلاح مثنوی یه چیز حدود 65000 بیت دیوان شمس تقریبا به همون حجم هستش. مکتوبات اون به اصطلاح مراسلات و نامه هایی است که مولانا به بزرگان، به علما و دیگران نوشته. فیه ما فیه هستش که به اصطلاح فیه ما فیه خیلی عنوان جالبیه. کتابی است که مفهومش اینه: فیه ما فیه، در آن است آنچه در آن است. هیچ عنوانی نداره، خیلی جالبه، این خودش رمزآلوده این کلام. بسیار بسیار کتاب جذابیه و حالا اگه انشالله فرصتی بود خداوند توفیق داد، این کتاب فیه مافی هم جالبه که یه بار خونده بشه و مورد بحث قرار بگیره. مفاهیم بسیار عمیق و جالب عرفانی توش وجود داره. مجالس سبعه هستش، مجالس هفتگانه هستش که در واقع بیشتر همون مفاهیمی که در مثنوی در قالب شعر آمده است توی مجالس سبعه مثلا سخنرانی بیان شده و مولانا اینا رو تو مثلا توی مسجد برای شاگردان، برای پیروان خب گفته. اونم کتاب بسیار جذابی هستش که اونایی که علاقمند هستن به نگاه بکنن. اما داستان کتاب مثنوی رو من فقط یه شمه ای بگم و اون این که خب مولانا میدونید که اهل بلخ بوده و چون اهل بلخ بود اینا خانواده مولانا، اون پدرش بهاءالدین ولد که به اصطلاح پدرش بود، اینا ایشون خودش هم آدم عالم و واعظ و سخنوری بود و بسیار مورد احترام جامعه به اصطلاح خودشون بود اونجا. اینا با شعر و شعرگویی اساسا رابطه ای نداشتن، یعنی شاعر بودن و شعر گفتن رو ارزش نمیدونستن. یعنی اینجور که ما حالا میگیم یه نفر شاعره، چون شاعره، حالا همین آقای سایر چند روز پیش فوت کرد، خدا بیامرزدش، بله، حالا ایشون مثلا شاعر به خاطر شاعر بودنش، البته هر شاعری هم که مورد احترام نیست، شاعری که حرف متین میزنه، حرف حساب میزنه مورد احترام، اینو ارزش نمیدونستن. به هر حال تا اینکه ایشون در کلاسایی که برای شاگردانش داشت، شاگردان میان پلوش بهش میگن که آقا ما میدونیم که در به اصطلاح اون خانقاه هایی که خط فکری سنایی و دیگران داره توش مثلا بحث میشه و بیان میشه، خط فکر عرفانی اونا داره بحث میشه، اینا شعرهای سنایی رو میخونن و این براشون خیلی جذاب و بهشون شور و وجد و حالی میده. شما هم بیا واسه ما این درسایی که به ما میدی، خب این درسای عرفانی براشون میگفتی، اینا واسه ما مثلا شعر بگو، به شعر مثلا برای ما شما هم شعرهایی بسرا که ما توی اون مثلا مجالس خودمون بخونیم. مولانا میگه که البته من به این فکر بودم از قبل،
ولی چون این رو ارزش نمیدونستم هیچ وقت در این مسیر گامی بر نداشتم. اما یه 18 بیتی شعر گفتم که دست میکنه اسمی پر به اصطلاح عمامش، این یه تیکه کاغذی که 18 بیت توش هستش، اونو میاره میگه که من این 18 بیت رو گفتم، حالا اگر شماها علاقمند هستید که مثلا به شعر من براتون شعر بگم، خب اشکالی نداره، من همین درسایی که بهتون میدم خب به شعر میگم. اینا مثلا حیرت زده میشن، مگه میشه مثلا فکر کنیم من الان نشستم اینجا برای شما دارم صحبت میکنم، یهو بگم که خیلی خب از این لحظه به بعد من با شعر برای شما سخنرانی میکنم، میشه همچی چیزی؟ واقعا خیلی کار سختیه، فوق العاده کار سختیه، حتی اگر طرف یه شاعر خیلی متبحرم که باشه خیلی سخته لحظه ای بخواد همه چیز رو به شعر مثلا بیان کنه، ولی مولانا این کار میکنه. خیلی جالبه، مولانا این کار میکنه. این 18 بیتی که من الان براتون میخونم که معروف هستش در به اصطلاح بین مولانا شناسان به نام نینامه اصطلاح هم بهش میگن، این 18 بیت آغازین مثنوی هست که آقایون علمای مثنوی شناس و مولانا شناس معتقد هستن که تمام اون 65 هزار بیتی که مولانا در مثنوی گفته اسارگیریش تو این 18 بیته. نداری چه عرض میکنم؟ یعنی تمام اون بحثایی که شده تو این توی 65 هزار بیت همراه با 200-300 تا مثلا داستانی که توی مثنوی اومده که حالا ما اون داستانا رو فقط حالا میخواییم بحث بکنیم، این اسارگیریش توی 18 بیت. البته اگه من بخوام این 18 بیت رو تفسیر کنم خب خودش یه جلسه خیلی کاملیه و بعد بیت به بیت پیش بریم. من توصیه میکنم آقای دکتر سروش این 18 بیت رو تفسیر کرده، اگر روی یوتیوب مثلا بزنید تفسیر نینامه ایشون اینا رو گفته، خیلی هم مفصل و زیبا گفته و من توصیه اون رو بکنم. ولی از روش حالا یه بار میکنم یه بعضی نکات رو من اشاره میکنم چون میخوام برم روی داستانها. اصل به اصطلاح مأموریت من خوندن داستان ها و تفسیر اون داستان ها هست. میگه بشنو این نی چون شکایت می کند از جدائی ها حکایت می کند. اول از همه همین یه بیت اول ببینید، مولانا همه به اشتباه می کنن، میگن که بشنو این نی چون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند. توجه کردید؟ این درست غلطه، اون خانش دوم من کاملا غلطه، درستش همینه. بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند. من اینو رفتم توی قونیه، خودم شخصا رفتم توی قونیه، رفتم بالا سر به سر مقبره مولانا، جاتون فوق العاده خالی، واقعا یک فضای عرفانی بسیار زیبایی در اونجا حاکمه و یه صدای نی بسیار دلانگیز در اونجا داره پخش میشه. خب و تمام این آدمایی که میان برای زیارت مولانا، همه خانوما و آقایون از در که میخوان وارد بشن خیلی با احترام سکوت میکنن، حرف اصلا نمیزنن. این خانمای یه دم توریستن، یه دم خانمای ترکیه‌ای هستن، اینا به حجاب و اینا مثلا چیزی ندارن، چیزی پایبندی خاصی هم ندارن، ولی اونجا که میان یه مثلا شالی چیزی میندازن رو سرشون. من اینو چون دیدم دارم خدمتتون عرض می‌کنم، یه شالی میندازن رو سرشون، بعد اول اونجا وای میسن جلوی در ورود، دستاشون رو اینجوری میکنن، یه حالا تو لب زیر لب چیزی، من تصور می‌کنم که احتمالاً فاتحه میخونن، یه اینجوری دعایی میخونن کوتاه، بعد دستشون میزنن میان مؤدب میان اونجا مثلا زیارت میکنن، با جلوی مقبره که میرسن جلوی مقبره وای میسن دو مرتبه به همین کیفیت، یه دونه دعای دیگه میکنه، بعد دیگه حالا میگردن و جاهای مختلف رو نگاه میکنن. اونجا یه باکس، یه پایه است، روی پایه باکس شیشه ایه. خب داخل اون باکس شیشه ای کتاب مثنوی خطی اصلی در اونجاست، یعنی اگر یا واقعا همونیه که حسام الدین چلپی نگارش کرده یا دیگه قدیمی ترینیه که مثلا وجود داره اونجا. به همین کیفیت من چون حساس بودم رفتم دقیق نگاه کردم، به همین کیفیت اونجا نوشته بشنو این نی
چون شکایت می کند از جدائی ها حکایت می کند. چرا؟ به خاطر اینکه میگم مولانا اساساً شاکی نبوده است در زندگی خود و هرچی که داشته است خوشحال بوده است، فقط حکایت دوریش از خداوند هستش که به اصطلاح به عنوان درد درونیش هست. چون بعد میگه که کز نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه ما در یک نیستان ازلی ابدی در حضور خداوند بودیم، از اون نیستان جدا شدیم و آمدیم به این زمین و حالا در این دوره فراق هستش که ما غم بازگشت به حضور دوست را میخوریم. این حکایت زندگی ما هستش. بگه که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. این که میگه در نفیرم مرد و زن نالیدن یعنی چی؟ یعنی من ناله میکنم و تمام مرد و زنها، یعنی انسانها دیگه، در ناله من شریک هستن. یعنی من زبان گویای تمام انسانهای روی زمین هستم که از این درد فراق داریم ما مینالیم. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور من از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خویش. انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداوند هستیم و به سوی او باز میگردیم. اونهایی که اهل دل هستن و درک میکنن، میدانن که این دنیا دنیای فانی است. اصلا همین کلمه دنیا یعنی پست و پایین و کوچک و حقیر. میگن اینجا مثل زندان برای ما. روح ما چون روح ابدی و ازلی است، در قالب این تن به صورت زندان، به صورت زندانی قرار گرفته است. این دنیا با همه بزرگیش، منظومه شمسی، کره زمین، منظومه شمسی، کهکشان ها، همه عظمتی که داره باز هم برای روح به اصطلاح نامتناهی ما کوچکه. چرا روح ما نامتناهی است؟ برای اینکه و نفخت و فیه من روحی، روحی که در وجود ماست از سوی خداوند است، پاره ای از روح الهی است و اون روح الهی چون روح الهی است در هیچ جا نمی گنجه، کوچکه، همه این جهان هستی برایش کوچکه. بعد می‌فرماید من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار. میگه من ناله هامو دارم میکنم، حرفام هم دارم میزنم، حالا چون همه در نفیرش شریک هستیم دیگه، میگه حالا هر کسی یه برداشتی از این ناله من داره. بعضیا خوشحالن، بعضیا بدحالن، بعضیا ناامیدن، امیدوار میشن، بعضیا ممکنه تا خوش متاسفانه گمراه بشن. اینو در قرآن کریم هم داریم. قرآن کریم میفرماید یه عده‌ای با خوندن قرآن هدایت میشن و یه عده‌ای با خوندن قرآن به گمراهی فرو میرن. چرا؟ چون دلشون آگاه نیست برای درک حقایق الهی. برحال تن ز جان و جان ز تن، میگه سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. میبینید میگه هر کسی که دید جان داشته باشد و او دستور او باشد، یعنی همراه او باشد، یعنی وزیر او باشد، اونهایی که دید جان، یعنی بصیرت دارن، درک میکنن به حقایق هستی رو به خوبی میتونن درک کنن. و میگه آتش است این بانگ نایه نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. دقت میکنید، آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. این آتش عشق در نی یعنی چی؟ اولش گفت بشنو این نی چون چه میدونم شکایت میکند از جدایی ها حکایت. نی کیه؟ نی خود مولاناست. توجه کردی؟ میگه من نیم، من تو خالیم، من وجودی ندارم، حضوری ندارم، عمقی ندارم،
نی چگونه به صدا در میاد؟ به وسیله نایی. نایی کیه؟ اون کسی که در نی میدمد، درسته؟ اون کسی که در نی میدمد، اون نی رو به صدا در میاد. کی در نی وجود مولانا میدمد؟ مولانا میگه خدا در من میدمد. توجه کردی؟ میگه من نی هستم که یه سر نیم در دهان خداوند است، او در من میدمد، یه سر من در حضور شماست. پس برای آنچه که من به شما میگویم الهاماتی است که خداوند در وجود من میدمد و این از گلوی من و از حنجره من بیرون میاد و شما مشمول اون میشید. یاد کردی چه خیلی زیبا بیان کرده، فوق العاده زیباست. بعد میگه آتش عشق است که در نیفت، میگه اگه سخنان من آتشینه و شما رو گرم میکنه به خاطر عشقی است که در وجود منه. این دم الهی که در این نی به اصطلاح دمیده میشه داغ میشه و گرم میشه و این شما رو هم گرم میکنه. جوشش عشق است که در می فتاد. دیدید اونایی که انگور میریزن و آب انگور میریزن و میخوان شراب درست کنن، بعد از 40 روز ایشون میگه به جوشیدن، چون فرمنتیشن توش صورت میگیره، شروع میکنه به جوشیدن، میگن جوشش می اصطلاحا. خب نی حریف هر که از یاری برید. مولانا از یار خودش بریده، یار او خداونده. بعضی ممکن از یه یار زمینی بریده شده باشن، ولی اونا خطاب مولانا نیست، اونا توی وادی دیگه. اصلا مولانا رو زمین نیست. یه کلام من بهتون هم اول بهتون بگم، پای مولانا رو زمین نیست، مولانا تو آسمون داره، تو آسمون پرواز میکنه. هر کی هم با مولانا همراه باشه همون باید دنبالشو بگیره تو آسمون بره، وگرنه یه سایه ایست روی زمین افتاده. میگه ابلهان دنبال این سایه میرن و تیرهای عمر خودشون رو در شکار این سایه هدر میدن، یه روزی به خودشون میاد میبینن تیرهای عمرشون که سالهای عمرشونه به پایان رسیده، به هیچ جا هم نرسیدن، هیچ شکاری هم به دستشون نرسیده. خب نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما دارید. همچنه زهری و تریاقی که دید، همچنه دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. دیگه من نیم، دیگه من نیم، من مولانا نیم، من حدیث راه پرخون برش بودم. حدیث راه پرخون چیه؟ وادی سیر و سلوکه، به سوی الله حرکت کردنه. میگه این مسیر پرخونیه، مسیر خطرناکیه، خیلی چیزا رو باید فدا کنی، خیلی از خود گذشتگی ها باید بکنی تا به اون مرحله فنای الله برسی. نه این حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. ما یه قصه عشق مجنون داریم، یه لیلی و مجنون بیشتر داریم، اما مولانا میگه قصه های عشق مجنون میکنه. خیلی قصه ها در اینجا هست، فقط یه قصه نیست. خب اما محرم این هوش ببخشید، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. میگه آدمایی که هوشیارند، عاقلند، دقت کنید، آدمای عاقل، عقل علت و معلولیه، هر چیزی رو مبتنی بر یک علت و معلول میخواد تبیین کنه، هر کاری باید یه انگیزه ای داشته باشه، درسته؟ شما الان از منزلتون بلند شدی، این همه راه، حالا با ماشینتون، با دوستتون دیگر بلند شدید باید اینجا، حکم عقل چیه برای شما؟ شما نمیدید اینجا وقتتون رو تلف کنید که، بی خودی که وقتتون رو تلف نکردید که، یه چیزی، یه انگیزه ای داشته، یه خواسته یه چیزی کسب بکنید. دوستانی که روی زوم هستن 2 ساعت وقتشون رو گذاشتن، میتونستن برن مهمونی، میتونستن برن نمیدونم گردش، میتونستن هر کار دیگه ای بکنن، اما اومدن نشستن پای زوم، نشستن در این حرفا رو گوش کنن. حکم عقل بهشون داره میگه که بریم بشینیم، بلکه از این سرمایه گذاری که داریم میکنیم بعد یه چیزی گیرون بیاد. این حکم عقله. این میگه که محرم این هوش جز بیهوش. آدمایی که علت و معلولی و محاسبه گرانه با مسائل برخورد میکنن، اینا خطاب این به اصطلاح سخنان نیستن. بعد میگه که مرزبان را مشتری جز گوش نیست.
اونی که گوشه مشتری زبانه، مشتری سخنه. پس بنابراین کسانی مخاطب مولانا قرار میگیرن که اهل دلن، اهل شنیدنن، اهل درکن، اهل معرفتن، اونها هستن که مخاطبان مولانا قرار میگیرن. و اینا اونایی که حساب دو تا چهار تایی بخوان بکنن نیستن. شما ببینید تو این مرکز ابن سینا واقعا من میدیدم فعالیت هایی که این به اصطلاح اعضای ابن سینا انجام، خانم بلند میشده بنده خدا میرفته توی بازار، وقتشو میذاره، جونشو میذاره، پولشو میذاره، میره خرید میکنه، چه میدونم حالا وسایل ساخت مربا فرض کن، میره میخره، میاره، میشوره، تمیز میکنه، خورد میکنه، دیگه من مربا بلد نیستم ولی اینجا که درک میکنم، میشوره، تمیز میکنه، خورد میکنه، بعد اینو نمیدونم میره شکر میخره، اینو میخره، پای اجاق وای میسه، میپزه، بعد دو مرتبه میذاره خنک بشه، باز دو مرتبه میریزه تو شیشه، هم درش میبنده، اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، برچسب میزنه، قیمت میذاره، کلی زحمت، اینا رو شیشه ها رو هم پول داده خریده بنده خدا دیگه، اینا رو وام داره میاره اینجا توی مثلا فلان بازار مثلا ابن سینا میذاره، 3 ساعت هم وای میسه پاش که اینا رو بفروشه، بعد پولش هدیه کنه به مثلا فلان سازمان خیریه دخترایی که فلان بیماری فلانو دارن که حالشون خوب بشه. ببین این با هیچ معیار عقل جور در نمیاد، یعنی کاملا کار غلطیه به لحاظ عقلی. یعنی شما وقت گذاشتی، پول گذاشتی، جون گذاشتی، همه این زحمت ها رو کشتی، هیچی هم گیرت نیومد، هیچی هم گیرت نیومد، فقط دلت خوشحالی که من یه خدمتی مثلا کردم. بعد بگیم چرا خانم این کار ثواب داره مثلا، این اون چیزی که اصلا با معیار عقل جور در نمیاد. ولی مولانا میگه که آن کسانی که بیهوش هستند، خیلی جالب، ولی یه جای بعدم میخونه میگه که اغلب اهل بهش آدم های احمق هست. خیلی جالبه ها، میرسیم بهش، داستانشو میرسیم خیلی راحت. میگه اغلب اونایی که اهل بهشتن اونا آدم های احمق هست، آدم هایی که خیلی هوشیار هم میرن تو جهنم. عجیبه، ولی خب حالا من اینجوری به سادگی برخورد میکنم، ولی وقتی که داستانو میخونی میبینی چقدر این دقیق به این قضیه برخورد کرده. اصلا اینم بهتون بگم، حالا من اینو گفتم اینم بگم که این به این معنی نیست که مولانا دشمن عقل ها، اتفاقا در غزلیاتش میکنه میگه که برید در دامن انسان های عاقل قرار بگیرید. برای عقل خیلی احترام قائل میشه، ولی این عقل ظاهری دو تا چهارتایی رو مورد بحث قرار میده، میگه این غلطه، این درست نیست، وگرنه اون عقل جزئی که بخشی از عقل کل است بسیار جایگاه محترمی در حضور مولانا داره. اینم بگم که یه وقت توهم غلط ایجاد بشه. خب بعد میگه که در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت برو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. دقت کنید، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. یعنی چی؟ مولانا معتقد هستش که اساساً این جهان هستی که ما توش داریم زندگی میکنیم، از این اتاق که ما توش نشستیم بگیرید تا منظومه شمسی، تا کهکشان ها، همچی که هرچی که میتونیم تصورش بکنیم، دیگه این اقیانوس وجود خداوند هست. دقیقی که عرض بکنم یه بار دیگه بگم، دیگه اساساً ما انسان ها مانند ماهی که در اقیانوس زندگی میکنه، آبش، خوراکش، محل خوابش، داروش، همه چیزش از این آبه. میگه ما هم در اقیانوس وجود خداوند داریم غوطه میخوریم. این که خداوند در قرآن میفرماید که خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر است، اصلا میخواد بگه که مولانا میگه از اینم نزدیکتره، اصلا در تمام وجود ماست، تمام سلول های بدن ما
بخشی از خداونده. نه تنها سلول‌های وجود ما، بلکه تمام این جهان هستی. از این گل، این گلبرگی که روی این میز منه، تا تمام به اصطلاح ذرات جان. و همین دلیل میگه جمله اجزاء زمین و آسمان با شما گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. میگه تمام ذرات عالم هوشیارن، همشون درک دارن از حضور و وجود خداوند و به اصطلاح چی میگن، ذکر الهی رو میگن، که در قرآن کریم من به این قضیه اشاره شده است که تمام ذرات وجود عالم ذکر خداوند. برها حالا به همین دلیل میگه هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. ببین ماهی در تمام عمرش داره آب میخوره، اما هیچ وقت سیر نمیشه. مولانا هم همین میگه، منم مثل ماهیم، منم هیچ وقت از حضور وجود خداوند سیر نمیشم. هر که بی روزی است روزش، اونا که بی روزی هستن گرسنه میشن و برستابی در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. آخرش تکلیف ما رو همه رو روشن میکنه، میگه ببین تا شماها پخته نشید درک نمیکنید که من چی میگم، پس سخن رو کوتاه میکنید، فعلا همینقدر کافیه. البته ببخشید منم دیگه خیلی سرسری این رو فقط یه به صورت شرح کردم، تفسیر نکردم، فقط یه شرح کوچک کردم که مقدمه‌ای باشه برای حضور به داختر داستان‌های مسیح. خب چند تا دلایلی رو من اینجا آوردم، از جمله دلایل بیان حقایق عرفانی از زبان مولانا در قالب داستان‌ها و تفسیر میتوان بدین موارد اشاره کرد. یک، درد اشتیاق شرح‌ناپذیری که در پیچ و خم هر قصه به رمزی دیگر تعبیر می‌شود. دو، بیان حقایقی که بیان آنها به صورت اوریان برخی تشویش ها را پی دارد و باید در حجاب قصه تجلی کند، و حقایق شناسان بصیر که قابلیت ادراک آن را دارند مغز را از پوسته قصه بردارند. و بعدم که اشاره اینجا میکنه که هر قصه رمزی دارد که لب معنی و سر باطن آن محسوب میشود، و بدون تعمق در این رمزها تمام آنچه را که در این قصه ها هست در نمی‌توان یافت. این سخن رو من از آقای زرین کوب به اصطلاح آریت کردم براتون. مسئله این نامه و مثنوی مسئله بذر و نبات برخواسته از آن است، و داستان شاه و کنیزک که حالا می‌خوام بهش بپردازیم شرح تمثیلی و نمونه‌ای نمادین برای مقاصد نینامه است. در این داستان حالا تجسم‌های مختلفی هست که حالا من بعداً در تفسیر داستان براتون میگم، و دیگه حالا از اینجا میایم بیرون وارد این بخش میشیم. پس من به طور خلاصه میخوام بگم که مقدمه ذهنی رو برای شما آماده کنم. مولانا میگوید که من در مثنوی مفاهیم عمیق عرفانی و فلسفی را بیان میکنم، ولی برای اینکه بتوانید عامه مردم این مفاهیم رو خوبتر درک بکنید، در شکل داستان بخش‌هایی از این مفاهیم رو عمیق رو برای شما به صورت قصه بیان می‌کنم تا شما بتوانید اون مفاهیم رو راحت‌تر بگیرید و استفاده کنید. این خیلی خلاصه اون چه که الان براتون خوندم همینه. پس بنابراین میگه قصه مانند ظرفی است که در آن دانه وجود دارد. در داخل هدف به اصطلاح من مولوی که گوینده هستم و شمای شنونده باید این باشد که این ظرف رو بهش توجه نکنید، نگاه کنید ببینید چی تو این ظرف ریخته. این دانه ها برای من اهمیت داره. خود ظرف ممکنه دروغ باشه، ممکنه راست باشه، ممکنه اصلا به خطا باشه، مهمی نیست. مهم اینه که اون چی که توشه چی میخواد به ما بگه مهمه. فردوسی هم اتفاقا همینو میگه. فردوسی میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، از این در سخن در زمانه مخوان، از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر از راه رمز معنی برد. توجه کنید چه عرض میکنم. میگه که این داستان هایی که توی شاهنامه اومده، من رستم رفت با اون دیوه جنگید، نمیتونم
چیز فریدون خودش رو به صورت اژدها در آورد، در مقابل سه تا پسرش قرار گرفت، هر کدوم یه واکنش متفاوتی نشون دادن. میخوام خودم بشین فکر میکنم یعنی چی طرف خودشو کرده اژدها، مگه میشه هم چیزی دیگه؟ ببین اصلا این مهم نیست که من میگم اون اژدها شد. ببین وقتی که خودشو به صورت اژدها به اون پسر رو نشون داد و اون سه تا پسرش سه تا واکنش از خودشون نشون دادن، یک مبحث عمیق اخلاقی اجتماعی در این خوابیده. من اینا رو تو کلاس‌های شاهنامه دونه دونه بحث کردم که اصلا طرف تعجب میکنه، میگه ما اصلا نمیتونستیم شاهنامه هم مگه اینطوریه؟ ما به هم قصه هست میخونیم رد میشیم میریم دیگه، اون یکی زد اون یکی رو کش، درسته اصلا اینجوری نیست. یعنی بسیار مفاهیم اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در شاهنامه نهفته است. حالا یه یادی هم از فردوسی بشه، به هر حال ایشون هم از بزرگان ما هست. اینجا میگه ای برادر قصه چون پیمان است، معنی اندر وی مثال دانه است. میبینید چقدر قشنگ دانه معنی بگیرد مرد عقل، اینجا که گفتم عقل رو بهش بها میده، دانه معنی بگیرد مرد ننگرد پیمانه را گرگش نه. میگه آدم عاقل وقتی من دارم این قصه رو براش میگم به ظرف کاری نداره، نگاه میکنه ببینه چه دانه ای در داخل این ظرف وجود داره. این سخن چون پوست و معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. خیلی قشنگه، بگه سخن مانند پوسته، معنی سخن مغزشه. درست مثل بادوم که شما پوست داری ولی شما برای پوستش که توجهی به بادوم نمیکنی، بادوم رو میشکنی مغزشو میخوری، گردو رو میشکنی مغزشو میخوری. میگه این سخن چون نقش و معنی همچو جان. در مورد انسان هم میگه ما یه نقش داریم یه جان داریم. اصل وجود شما این پیکر فیزیکی شما که نیستش، که اصل وجود شما روح شماست، اندیشه شماست. میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. میگه تو همه ارزش وجودیت به اون اندیشه و فکر و عقاید و عملکرد روحی تو هستش، بقیهش که دیگه جسم و این میمیره میدازیمش داخل خاک، میره پیکارش. به این توجه خب. اما داستان اولین داستان تازه از حالا شروع شد، یعنی کلاس ما تازه الان شد بسم الله الرحمن الرحیم دومی که قصه ها رو از اینجا میخوایم شروع کنیم. میگه که داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. همین تو بیت اول تکلیف من و شما رو روشن کنم. میگه ببینید این قصه که میخوام بگم قصه زندگی من و شما، یعنی هر چی تو این قصه اتفاق میفته بدونید که عیناً بر من و شما اپلای میشه، به قول فرنگی ها بر من و شما اپلای میشه. فکر نکنید که یه پادشاهی بود، یه کنیزی بود، یه مثلا پزشکی بود، یه فلانی بود، خب اینا به ما چه ربطی داره؟ نه، از قضا فقط همه اینا به ما ربط داره. دقیقا ما تو کنه داستان بود. شاهی در زمانی پیش از این ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خیش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک پادشاه. خب تا همینجاش یه پادشاهیه، خیلی هم آدم خوبیه، درست برعکس قالب این پادشاهی که ما میشناسیم متاسفانه در طول تاریخ، آدمای خیلی هیجان انگیزی نیستن نوعا، از تو شاهنامهش بگیر تا تاریخ حقیقی. نمیگم همشون بدن ولی متاسفانه غالبشون آدم های خیلی هیجان انگیزی نیستن. دیگه یه پادشاهی هست، تا آدم خوبی هم بوده، این جوون هم بوده، زنم نداشته و حالا تو زندگیش اون به اصطلاح عشقش، اون فردی که دل ای رو ببره ظاهر نشده بوده، ندیده بود. ایشون یه روزی با دوستان سوار میشه بره شکار. دقت کنید، میخواست بره شکار بکنه، یه چیزی رو شکار کنه.
اما در سر راه که داشت میرفت یه دختر کنیزکی هست، یه دونه قفس رو دستشه، یه مش گنجیشک توشه. این گنجیشکا رو اول لب جاده مثلا بفروشه، مثلا پولی داره. اربابش دختر کنیز بوده، کلفت بوده، به قول من اربابش داده بوده این برو اینا رو بفروش مثلا پولش رو برده بیا. اینا اومده اونجا وایسیده و این آقای پادشاه و همراهانش که دارن اوروکای او چشش میفته به این، تا نگاه میکنه به این دختر، این قلبش در گروه حالا میگم love in one glance به قول این فرنگی ها. این تا اینه که میبینه این جذبه این دختر اینو میگیره، حالا دیگه کار دیگه کار داره اینو میگیره. برمیگرده به همراهانش میگه که این دختر کیه چیه. اونا میگن که قربان، میرن تحقیق میکنن لابد، میگن که ایشون چیز نیست، مثلا دختر شخص خاصی نیست، ایشون کنیزه، مثلا اربابش هم فلان کسکه. میگه خیلی خوب، من خواهان این هستم، لطف کنید ببینید میفروشه مثلا صاحبش، بخرم من. میگم بله میفروشه، قیمت چی؟ میخره، میخره و میاره، میخره میاره منزل و میگه که چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. حالا دقت کنید دیگه، وقتی که خرید و حالا احساس کرد دیگه صاحبش، دیگه دخترم که حالا مورد پسند ما هم که دوستش هم داریم، میخوایم باهاش ازدواج کنیم، خیلی هم خوبه. خب بساط مثلا عروسی رو جور کنیم و فلان، برای یک کنیزم شما فکر کنید که کلفت توی خونه است، حالا یه پادشاه بیاد خواستگارش بشه بخواد باهاش ازدواج کنه، این کنیز بعد از خوشحالی قاعدتا پرواز کنه تو آسمون. نه قاعده اینه دیگه، حکم عقل اینو میگه. اما کنیز مریض میشه، به محضی که میفهمه که پادشاه خریده توشو، برش میبره توی کاخ، این دچار بیماری میشه و شروع میکنه هر روز بیماری شدیدتر شدن، ضعیفتر شدن، لاغر شدن، زرد رو شدن و همینطور داره هی تحلیل میره به اصطلاح این سرکار خانم کنیز. بفرم پس برای تا اینجی که میرسه مولانا روی پلکانهای قصه، فعلا رو پلکانهای قصه داره میره بالا دیگه، مولانا روی پلکان قصه میگه که آن یکی خر داشت پالانش نبود، یا پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. ببینید این یعنی چی؟ این در بیان وقتی هستش که ما مثلا یه چیزی رو دلمون میخواد، همه زمینهاشو فراهم میکنیم، حالا که زمینش فراهم میشه اون اصل کاریه چی میشه؟ مثلا میشکنه، چه میدونم عروسیه مثلا، یا نمیدونم فلان، چه میدونم همه تدارکات میشه، یهو میگن آقا کووید شد نمیشه عروسی، مثلا سالن نمیدیم بهتون عروسی مثلا بگیر، خدای نکرده ان شاء الله واسه هیچ که اتفاق نیفته، ولی مثال فقط من به عنوان مثال بود. کوزه می داشت آب مینا بعد در آب را چون یا خود کوزه شکست. خب حالا شاه رفت باده چیز کرد، به قول معروف طبیبان رو جمع آوری کرد، عده ای از بهترین طبیبان از سراسر این مملکتی که جناب پادشاه حاکمیت اونجا رو داشت جمع کرد. اینا اومدن، اومدن و برگشت بهشون گفتش که بله ما یه خانومی یه کنیزی رو خریدیم، قرار ملکه بشه و من خیلی هم دوستش دارم، ایشون مریض شده. اینا یه فکری باش، طبیبا خیلی به اصطلاح طبیبان مثلا درجه یک اساتید دانشکده پزشکی رو مثلا فرض کنید برداشتن اوبردن، همه خیلی مثلا سطح بالا. دیگه شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. این خیلی حرف پرمعناییست. پادشاه چی گفت؟ زنی که دختری بود شاداب بود بیچاره، حالا شد مریض، شد لاغر، شد پژمرده، خدا نکنه. شما دیدید که بعضی از جوان ها خیلی خوشگل و خوشتیپ هستن، مرد زنش فرق نمیکنه، معتاد میشن، دیدی به چه حال و روز و قیافه میفتن که آدم واقعا
دیگه حالش بد میشه وقتی به قیافه طرف، هم دلت میسوزه هم حالت بد میشه. این کنیز هم همونطوری شد دیگه، تمام اون زیبایی و رنگ و لعابش، حالا اگر مثلا زیبا بوده تعبیر من البته، چون در داستان نمیگه کنیز خیلی هم مثلا زیبا بود، یه کنیز بود، یه دختری بود، دختر جوانی برای ایشون اینطوری شده. چی میگه؟ میگه گفت جان هر دو در دست شماست. پادشاه به طبیبا گفت جان من و جان کنیز هر دو تو دست شماست. جان من سهل است، جان جانم است، دردمندم، خستم، درمانم است. یعنی این نهایت عشق عمیق پادشاه رو نسبت به این دختر داره نشون میده. خیلی جالبه، یعنی قیافه ظاهری دختر براش هم مهم نیست، چون میگه این مریضی که این قیافه است جان جان منه. دقت کردی؟ این اون عشق حقیقیه که فقط به دنبال صورت نیست، معلومه که خیلی عمیق‌تر از صورت به دختر علاقه منده. اونا برمیگردن در کمال غرور میگن که هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است، گر خدا خواهد نگفتند از بطر، پس خدا بمودشان عجز بشر، از غذا سرگنگبین سفران بود، روغن بادام خشکی میپزود. ببینید این آقایون طبیبان از سر کبر و غروری که داشتن نگفتن که انشالله ما درمانش میکنیم، گفتن ما هر کدوم یه مسیحی هستیم بر خودمون، مغرور بودن به علم و دانش خودشون، میگفتن که ما مرده رو زنده میکنیم، آقا این که چیزی نیست، الله تب کرده مثلا این دختر خانم، یه دارو بهش میدیم درجه حالش خوب میشه. بعد خداوند برای اینکه عجیزشون رو بهشون نشون بده همه چیز برعکس عمل میکنه، از غذا سرکنگبین صفرا فوزو، چه سرکنگبین که میکنن صفرا رزبه میبرن، روغن بادام خشکی میده بود، روغن بادام میدن که طرف شکمش شل بشه، مثلا عوامل بیماری از بدنش مثلا بیرون بده، این بدتر شکمش خشک میشد این خانم کریس، یعنی حالش بدتر میشد. پس بنابراین پادشاه دید که نه از این آقایون طبیب کاری بر نمیاد. خب شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش، در میان گریه خوابش در بود، دید در خوابو که پیری رونه بود. وقتی که از بشر ناامید شد به درگاه خداوند پناه برد، رفت تو مسجد، شروع کرد گریه کردن، دعا خوندن، نماز خوندن، از خدا استغاثه کردن که این دختر مریض، بدحال، بیمار، زرد روی، رو به موت رو نجات بده خدایا، من عاشقشم، من میخوام باهاش ازدواج کنم، من دوستش دارم. خب اینا رو میگه. وقتی که خوب گریه هاشو میکنه و فلان و بیسار، در خواب میبینه که خداوند بهش میگه که، یا ملائکه یا در رویا بهش میگن که آقا نگران نباش، ما یک طبیب الهی برای تو میفرستیم، او درمان این درد رو میکنه. خب پادشاه دیگه از صبح که بلند میشه از اون مسجد، تو خواب دیده بود اچو بلند میشه، این بیچاره دیگه مثل مرغ سرکرنه بوده، هر روز میومده لب جاده به این جاده نگاه میکرد که ببینه یک پیر فرزانه، یک آدم مثلا حالا قیافش مثلا بخوره به یه روحانی، یه آدم مثلا فلان، نمیومد تا 40 روز طول میکشه، تا یه دفعه از همین بالای بالکنی قصر کم تو مرتب چشش به جاده بود، یهو میبینه که یه پیری داره میاد، چهره روحانی و به اصطلاح بسیار زیبا، میدوه خودش، اصلا دیگه حاجبان را نمیفرسته پیشواز، خودش شخص پادشاه بدو میاد و میره پیشواز به اصطلاح اون پیر فرزانه، میگه که در میان گریه خوابش در بود، دید در خواب او که پیری رونه، شه به جای حاجبان فا پیش رفت، پیش آن مهمان غیب خیش رفت، گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. خیلی جالبه، اینم یه نکته خیلی زیبایی توش وجود داره،
بر وقتی که پیر رو میبینه، اون چهره ملکوتی اون پیر رو میبینه، میگه که مثل اینکه معشوق من تو بودی، یعنی اون کنیزم بهانه بود. دقت کنی، پیر نماینده خداونده، توجه کردی؟ چرا؟ چون خداوند گفت من پیری برای تو میفرستم. در واقع پیر یه نوعی از نمادی از نور الهی است. میگه که مثل اینکه من حالا فهمیدم من مثل که عاشق تو هستم، ولی به هر حال اون کنیز واسطه این شده که من به شما برسم. خیلی ارادت پیدا میکنه نسبت به این جناب پیر. خب چون گذشت آن مجلس و خان و کرم، دست او بگرفت و برد اندر حرم. دید حالا وقتی که سلام علیکا تموم شد و پیشواز و چه میدونم احترامات، آقا رو، آقای به اصطلاح جناب طبیب الهی رو اسمشو بذاریم، برداشتنش بردنش پهلوی مریض دیگه. چیز برگشت گفتش که طبیب الهی برگشت گفتش که لطفا همه تشریف ببرید بیرون، جناب اعلی حضرت شما هم بفرمایید بیرون، هیچ کی نباشه، من باید خودم شخصا با مریض تنها باشم و ایشون رو مثلا معاینه کنم، حالا به تعبیر من معاینه کنم. گفتم چشم. همه رفتم بیرون و این آقای به اصطلاح طبیب وایسا بالا سر خانم، شروع کرد با دختر صحبت کرد. خب عزیزم اسمت چیه؟ مشکل چیه؟ مثلا دست رو داشت رو پیشونیش، نبضش رو مثلا گرفت و نگاه کرد به صورتش، نگاه کرد و فلان بیسار، و برگشت گفتش که بچه کجایی و اینا. گفتش که مثلا بچه بخارا هستم. اینجا چی کار میکنی؟ چی؟ ما کنیز بودیم، مثلا خانوادهمون کنیز بودن، بعد منو فروختن، صاحب من از بخارا منو فروخت، یه اربابی دارم این تو این شهر، مثلا همین شهری که پادشاه هست، اون هم اونجا اومده اون تجارت منو خرید و بود اینجا و اینا. بعد گفتش که خب بگو ببینم که حالا نبض این دختر رو هم تو دستش داره. طبیب گفت بگو ببینم که توی این بخارا که بودید خونتون کجا بود. گفت مثلا ما تو فلان، خودش اسمی بود، گفت مثلا منطقه بازار پنبه فروشان بودی، بازار مثلا صیادان بودی، بازار کجا بودی، اونجا بودی. این گفت بازار زرگران. تا با بازار زرگران بودی؟ گفت آره. این نبض دختری شروع که بزدن تو بازار زرگران، این نبضش زد. گفت آه پس بچه اونجا هست. گفت آره. گفت بگو ببینم که توی این بازار چند تا محله هستش، مثلا محله ایکس، محله ایگره، محله زد، تو این کدومه که تا گفت محله زد این باز نبضش زد. و گفتش که چه میدونم، بالاخره با این وضعیت فهمید که بابا این دختر عاشق یه زرگریه که سر کوچه‌شون تو اون شهر مثلا دکون زرگری داره، یه جوونی بوده، این عاشق اون بوده. و وقتی که اینا آمدن خریدنش از اون شهر آوردن اینجا، هنوز این امید در دل دختر هست که شاید یه روزی یه اتفاقی بیفته، این مثلا برگرده بره اون شهر. حالا جالبه که اصلا هیچ اشاره هم نمیشه که اون زرگرم اینو میخواسته ها. نیمی چی میخوام بگم؟ زرگر اصلا در بند شاید این دخترم بوده، بلاخره این دخترم اونجا هم یک کنیز بوده دیگه، اصلا در بند این نبوده، ولی این اون رو دوست داشته. دقت کنید، این اون زرگر رو دوست داشته. میگه که آره اینطوریه بود. بعد این میفهمه که این عاشق این زرگره، این امیدشو وقتی که اومده تو قصر پادشاه از دست داده، چون که دیگه شده میخواسته بشه زن پادشاه دیگه. وقتی بشه زن پادشاه یعنی که قطع تمام امید آرزوهایی که احتمالا یک روزی توی 20 سال آینده من برگردم مثلا برم اونجا از بین میره. به همین دلیل مریض شده. در واقع مریض روحیه، نه مریض جسمی. حالا دقت کنید، دیگه دید از زاریش گوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. ببین از این قصه عشق زمینی مولانا چه برداشت عمیق آسمانی داره میکنه و شروع میکنه راجع به عشق صحبت کرد. بعد میگه
عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. این مفاهیم قرآنی داره این بیت، برای اینکه خداوند در قرآن میفرماید که یحب و یحبونه، اگر شما خدا را دوست داشته باشید خداوند هم شما را دوست دارد. یعنی عشق در قرآن دو طرف است، یه طرفه نیست، برخلاف این عشقی که این دختر نسبت به زرگر داره که یک عشق یه طرفه است، و برخلاف عشقی که پادشاه نسبت به کنیز داره که اونم یه عشق یه طرفه است. میدونید یه مثلث به قول معروف عشقی به وجود اومده که اینا هیچ کدومشون به هم دیگه وصل نیست. خیلی خیلی قصه قشنگه، دقت میکنید چقدر قصه ظریفه. حالا بعد میگه که علت عاشق ذلت ها جداست، عشق استرلاب و اسرار خود. علت یعنی بیماری، دقت کنید. و میگه که علت بیماری عشق مثل بیماری دیگه نیست، ویروس کرونا و نمیدونم ویروس ایدز و این حرفا نیست، یه استرلابی است، یه چیز دیگری است. اونی که عاشق میشود یک بارقه ای از نور الهی در قلبش میآید که عاشق میشود. دقت کردی؟ اینو داشته باش. بعدم میگه که عاشقی گرزین سر گرزون سر، آقاوند ما را بدان سر هست. بعد اینجا میگه هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. میگه من نمیتونم وادی عشق رو برای شما چگاه کنم، ترجمه کنم، نمیتونم بیان کنم، نمیتونم توضیح بدم عشق یعنی چی. عشق رو شما وقتی میفهمید که عاشق بشید. گرفتی چه عرض میکنم؟ عشق رو وقتی میفهمی که عاشق میشی، اون حال و هوای عاشق، اون حال و هوایی که طرف داره میگه تو به ماه نگاه کن، تو یه شهر دیگه است، اینم تو یه شهر دیگه است، میگه تو به ماه نگاه کن، منم به ماه نگاه میکنم، بعد همدیگر رو درک میکنیم. این اونی که عاشقه میفهمه. اینا به من بگم به ماه نگاه کن، چیمش خط و خطوط نامفهومی توی ماه هست که چی مثلا حالا. ولی اونی که عاشقه اینو درک میکنه، میگیره امواج معشوق رو میگیره که منعکس میشه تو ماه و برمیگرده به سوی اون. دقت کردی چی میخوام بگم؟ این امواج لطیف رو اون درک میکنه. بعد میگه که چون قلم اندر نوشتن میشه تاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. عشق در شرحش چخر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. میبینید؟ پس بربرین تا اینجا شرح عشق و عاشقی هم عشق، بربرین بس بربرین قابل در... قابل نوشتن نیست، قابل بیانم نیست. صوفی ابن البخ باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. حالا اینجا یک کد به شما میده مولانا. کدش چیه؟ میخواد بگه که ببین من شرح عاشقی رو برای شما میخوام بگم، اتفاقا خودم هم عاشقم، دقت کردی، اما من نمیتونم راجع به خودم صحبت کنم که در قالب قصه دیگران شرح عاشقی خود رو هم برای شما چیکار کنم، بیان میکنم. میگم یه کنیزی بود یه شاهی بود، یه زرگری بود یه کنیزی بود، در قالب اون قصه قصه خودم رو هم برای شما، که این قصه من قصه همه شما هم هست. گرفتی چه عرض کردم؟ که این قصه قصه خود من نیست، قصه همه ما هست. دقت کنید حالا کجا میرسی به قصه همه ما میشه. دقت کنید، میگه که آقای طبیب الهی برمیگرده به این دختر میگه گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاصت سحرها خواهند نمود. هانهان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو. بگش به دختره گفت دختر عزیزم، مریض عزیزم، بیمار عشق، من فهمیدم مشکل تو چیه، حالتو خوب میکنم، بلدم چجوری که حالتو خوب میکنم، از این حالت زار و نزاری که داری بیرون بیاری، متا یه شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که هیچ از این حرفایی که بین من و تو پیش رفت که من فهمیدم تو عاشق هستی و تو عاشق اون زرگر هستی، این بین من و شما خصوصی باقی میمونه. به هیچ کس نگو، حتی به پادشاه. اینا گفت چشم، گفت چشم. خب
اینو مولانا میگه. ببین مولانا گام به گام از پله های داستان داره میره بالا، بعد یه جا پاگرد داره، سر هر پاگردی وای میسه، حرفای خودشو به شما میزنه، درسای خودشو به شما میگه و بعد ادامه میده، دو مرتبه میره به سمت اوج داستان. دیگه خانه اسرار تو چون دل شبد آن مراد از زودتر حاضر شد. میگه اگر اسرار داری به نزدیکترین فرد فامیل تو خانوادت هم نبر. اگه اسراری هست که نباید بگی، یکی هست ممکنه یه سری داشته باشه، حالا مثلا در حدی که با خانومش در میان بذاره اشکال نداره، یا با چیز در میان بذاره، یه فرد محرم دیگری بذاره. حالا اونش، ولی بسیار از بسالا چیزها رو، بسیار از اسرار رو که نباید گفته بشه میگه به هیچ کس نگید. خانه اسرار تو چون دل شبد آن مراد زودتر حاصل شد. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت. پیغمبری هم دستور حدیث هست به عمر، کسانی که اسرار خودشون رو نگه میدارن و به هیچ کس نمیگن، کار سختی هم هست، خیلی هم سخت، ولی به هر حال میگه اگه نگهداری زودتر به مرادت میرسی. تا اینکه چون شما معمولا ما میگیم که فلانی دیگه خیلی به من نزدیکه، من به این میتونم بگم اشکال نداره، اما نمیدونیم که همین فلانی هم یکی رو داره که اونم بهش خیلی نزدیکه، به اون یکی میگه. اون وقت اینجوری میشه که همه چیز لو میره. بنابراین میگه حتی المغلوب سگ و سره تو قلب خودت نگه داره. بعد میگه اینو میگه، برمیگره به داستان. گفت تدبیر آن رو بعد که مرد را حاضر آریم از پی این درد. خب پادشاه آقای کنیز، میگم آقای کنیز ببخش، جناب مثلا حبیب طبیب الهی برمیاد، برمیگه میگه پیش پادشاه، میگه که جناب پادشاه میخوای که حال این کنیز خوب بشه، دقت کنید خیلی نکته جالبه، میگه میخوای حال کنیز خوب بشه؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، راه حلش اینه، یه آقایی هست به اسم حسن آقا، حالا از این حسن آقا توی شهر بلخ زندگی میکنه، تو بازار جواهر فروش ها هستش، خودش هم زرگره. یه نفر میفرستید بره دنبال ایشون، یه هیئت بفرستید بره دنبال ایشون، ایشون رو به هر شکل ممکن دعوت بکنید بیاد به اصطلاح به پایتخت و اینجا پست و پوزیشن بگیره. ضمناً بعد این دختر خانم با اون آقا ازدواج کنه. اگه بخوای حال دختر خوب بشه. شما ببینید اینجا یک نکته بسیار مهم اخلاقی وجود داره. کدام مرد حاضره که معشوق خودشو برداره به این سادگی؟ بگه من عاشق اینم. اما حالا این برای اینکه حالش خوب بشه، بله ما چشم بساط عروسی هم جور میکنیم، به اصطلاح رقیب عشقی رو هم میریم از شهر دیگه برمیداریم میاریم اینجا، پول هم میدیم، پست و پوزیشن هم میدیم، خونه هم میدیم و حقوق مکفی هم در اختیارش قرار میدیم، عروسی هم میگیریم، بفرمایید دست به دست هم میدیم، برید با هم ازدواج کنیم. 99.9% همچین کاری رو نمی کند. برای اینکه میگه من اگر عاشق اینم، این دختر هستم، اینو بر خودم میخوام، نه برای حسن آقا. تازه اگه حسن آقا، اگه این به حسن آقا هم توجه بکنه، من اسید میپاچم تو صورتش. دیده آدم های اینا عاشق نیستن، اینا عاشق خودشونن، عاشق دختره نیستن. که عاشق دختره کیه؟ پادشاهه، که وقتی که دختره مریض شده، بیریخ شده، داره میمیره، میگه جان جانم اوست. بعدم که پزشک داره میگه برو اینو عروسش کن واسه یه کسی دیگه، میگه چشم بنده خدا، در حالی که پادشاهه. دقت کنید، پادشاهه، بقال سرکوچه هم نیست. میگه بله چشم، این کارو میکنه. میرن آقا رو صدا میکنن، بهش میگن که آقا تشریف بیارید اینجا، پادشاه شما رو خواسته، رئیس به اصطلاح خزائن مملکتی بخواد بکنه شما رو، رئیس جواهرات سلطنتی، خب اونجا باشید و حقوق بهتون میدیم و پول حقوق میدیم و خونه میدیم و
مثلا فلان تو کاخ برای شما خانه مثلا تهیه کردیم و خیلی. اونم خب میگه خوبه دیگه، چه از این بهتر چه پوزیشن. میاد و این دخترم تا میبینه که معشوقش اومده، تا اصلا پسره رو میبینه حالش خوب میشه دیگه، کلا حالش خوب میشه، شروع میکنه غذا خوردن و نمیدونم حالش هر روز خوشگلتر و بهتر شدن و زیباتر شدن و حال میاد. و بعدم آقای به اصطلاح طبیبم به پادشاه گفته که اینو با هم دیگه اینا ازدواج کنن. به طبیبم، به جناب زرگرم میگن که این دختر هست و دختر زیبایی هم هست و شما اگه میخوای باشون ازدواج کنی، اونم میگه بله چرا که نه، ازدواج میکنن دیگه، خیلی راحت، خیلی راحت جلوی چشم پادشاه. خب چون رسید از راه آن مرد غریب، اندر آوردش به پیش شهر طبیب. پس حکیمش گفت که سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بده. مدت 6 ماه میراندند کام. ببینید خیلی راحت هم داره بیان میکنه دیگه، حالا من در پرده. مدت شش ماه میراندند کام، تا به صحت آمدان دختر تمام. بعد از آن از بحر او شربت بساخت، تا بخورد و پیش دختر میگداخت. دقت کنید حالا چه اتفاقی افتاده. 6 ماه این آقا و خانم با هم زندگی کردن، دخترم هر روز حالش بهتر و بهتر و بهتر، اینا با هم هست. بعد از 6 ماه جناب آقای طبیب الهی، دقت کنید، طبیب الهی میاد یه شربتی درست میکنه، حالا ظاهرا مثلا توش سمه، متو سم رقیقه، یعنی تا طرف میخوره نمیمیره، و آروم آروم مثلا توی آبی که مثلا به این آقای مثلا زرگر میدادن، آروم آروم اینو میریختن و این میخورد و هر روز یه خود حالش بد میشد و ضعیفتر میشد و زرد میشد و بیمار شد و رو به اضمحلال رفت. دقت کنید خیلی نکته قشنگی توش هست. چون ز رنجوری جمال او نماند، دقت کنید، چون ز رنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. میبینید میگه وقتی که این آقای به اصطلاح زرگر آروم آروم ضعیف شد و زرد شد و مثل همون حالتی که خانم کنیز شده بود، زرد شد و ضعیف شد و پژمرده شد، دیگه دختره احساس کرد که دیگه دوستش نداره، دیگه دوستش نداره، دیگه حتی دیگه به عیادتش هم نمیرفت، بالا سرش هم نمیرفت، بهش توجهی نمیکرد. خب عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی. این یه پیام بزرگ مولانا است. میگه اگر پس عشق کنیز نسبت به زرگر، عشقهایی بود کسبه رنگی بود، درست شد؟ عشقهایی بود کسبه رنگی بود، نه به خاطر وجود خود زرگر، قیافه زرگر رو دوست داشت، خوشتیپ بود مثلا، خوش چشم ابرو بود، قد و هیکلش اینجوری بود، ولی حالا ضعیف شد، لاغر شد، داغون شد. در حالی که یادتون باشه پادشاه زمانی گفت که جان هر دو در دست شماست که این کنیز لاغر بود، ضعیف بود، داشت میمرد، ریخت و قیافش به کلی از بین رفته بود. این تفاوت عشقهایی کسبه رنگی بود یا عشقهایی کسبه جانی بود. بعد میگه که خون دوید از چشم همچون جویه، دشمن جان بیامد رویه، دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشته فر او. گفت من آن آهوم که از ناف من، ریخ این صیاد خون صاف من، آن که کشتستم پی مادون من، می نداند که نخسبد خون من، بر من است امروز و فردا بر وی است، خون چون من کس چنین زایه کی است. دقت کنید حالا اینجا یه درس اخلاقی دیگه مولانا میده به ما، میگه ببین این خانوم کنیز در واقع باعث مرگ این جوان طبیب الهی نبود، در واقع باعث مرگ این جوان این زنه بود که عاشق چهره او شده بود. عامل اینم که او اینجا در واقع بیچاره جوونه این وسط الکی از بین رفته دیگه،
کاری نکرده بود بدبخت، کار زشتی انجام نده بود، حالا خوشتیپ بود، فقط کرده خوش قیافه بود، خوشتیپ بود، کاری نکرده بود که، ولی به خاطر زیباییش این دختر عاشق شده بود و به خاطر عشق این دختر بود که شرایط فراهم شد اون بیاد اینجا و بعد اینجوری کشته بشه. دقت کنید، گول نخورید، ما داریم رو ظرف داستان داریم الان حرف میزنیم، نگید ای بابا پس این چه طبیب الهی بود اومد این بلا رو سر این بیچاره آورد، این چه گناهی کرد. اگه این حرف رو بزنید دارید راجع به ظرف صحبت میکنید، در حالی که اصلا قصه این نیست که این بچه اینجوری مرد یا نمرد، قصه چیز دیگه ایست که حالا هنوز بهش نرسیدیم، هنوز به دانه نرسیدیم، هنوز تو ظرفیم. دقت کنید. خب خواستم ذهنتون آشنا بشه، ذهنتون منحرف نشه که بگه آقا این چی شد، یعنی چی آخه. بعد مولانا میگه که یه داستان، ولی این وسط یه جنبندی میکنه، میگه خیلی ها به خاطر زیباییشون به مشکل میفتن، خیلی ها پادشاهان به خاطر فری که دارن ترور میشن. دقت کردی؟ پس برابر این مولانا قصه یه جای دیگه توی مثنوی میگه که یه طاووس رو دیدم، این طاووس داشت پرای خودش رو میکند و میرخ زمین. بهش گفتن که مرد حسابی، پرنده به این زیبایی تو چرا پر خودتو داری میکنی؟ پرای به این قشنگی، این پرا انقدر زیباست که مردم پر تو رو میگیرن میذارن لای قرآن. یادتون میاد قدیما پر طاووس لای قرآن میذاشتن؟ مثلا طرف تو یه قسمت خوندون پر طاووس میذارن. من یادم، ما بچه بودیم، اینقدر پر تو ارزش داری؟ گفت نه، این پرا باعث بدبختی من شده، من بنا بعد بیچاره رو میگیرن زندانی میکنن به دام میندازن به خاطر پرم، من زندگیمو از دست دادم. این درسه. خیلی از ما فکر میکنیم که ظواهر دنیوی ما رو به خوشبختی میرسونه، پول زیاد، خوشتیپی بیش از حد، زیبایی مثلا برای یک زن. خیلی زنهای عفیف و پاکدامن هستن، چون زیبا هستن بیچاره خودشون کاری بدی نمیخوام بکنم، ولی آدمای به درس سوخته هستن که تهاجم میکنن به این زنا. طرف شوهر داره، این یکی گردن کلفت به زور میخواد این از شوهرش بگیره، میگه طلاق بد بدی وگرنه زندگیتون رو نابود میکنم. ندیدید داستاناشو؟ نشنیدید؟ کتاباشو نخوندید؟ من یه داستان براتون حالا خیلی کوتاه تو پرانتز، یه جا تو همین لس آنجلس من توی خونه از عقبامه بود، رفتم دیدم یه خانومی اومده داره خدمتکاری میکنه، بچه ها رو نگه میداره و خونه رو تمیز میکنه و اینا. ولی خانومه رو من دیدم اصلا این قیافش نمیخوره، خدا وکیلی یه زن خیلی متشخص، خیلی ترتمیز، خیلی با کلاس بود. اصلا این حرف زدنش و نشست و برخواستش و صحبت کردنش معلوم بود این خدمتکار نیست، معلوم بود. بعد من شروع کردم با ایشون صحبت کردم، گفتش که من مال اتحاد جماهیر شوروی هستم، از اونجا مهاجرت کردیم بعد از این فروپاشی و این جنگولک بازی ها، اومدیم اینجا، من به اصطلاح پزشک روانشناسم، دقت کنید روان پزشکم، ولی هنوز ما اینجا وضعیت به اصطلاح اقامتمون و گرین کارتمون و این حرفامون درست نشده و من مجبورم تو خونه خونه ها کار کنم، مثلا پول در بیارم بتونم زندگیمو مثلا جمع کنم. یه دختری هم دارم، اونم مثلا لیسانس فلانه و این در آورد عکس دخترش رو من نشون داد. خدا وکیلی من عکس این دختره که جوونی بود دیدم، مثل ملکه های زیبایی بود، از زیبایی. گفتم ایشون اینجا چی؟ آره یه بچه داره و اینجا داره مثلا زندگی می‌کنه با شوهرش. گفت نه شوهر نداره. گفتم چطور شوهرش کجاست؟ گفت شوهرش تو روسیه مونده و نتونسته بیاد. بعد شروع کرد صحبت کردن و این میخوام بگم ها، گفتش که والا این دختر من بسیار دختر زیبایی، میبینی که عکسش واقعا هم بود دیگه. گفت تمام این پسرای توی کالج و توی مثلا مدرسه و هر چیز همسایه همه عاشق این بودن، همه میخواستن، همه عاشق این بودن، ولی من میدیدم که این هیچکی نمیاد خواستگاریش. خیلی جالبه های دختری که فوق العاده زیباست و خیلی هم مثلا اجتماعی و تحصیل کرده و همه چیزش مثلا درسته، گفت هیچکی نمیاد خواستگاریش. بعدها
فهمیدیم که رئیس KGB در اون شهر، در اون منطقه، روی دختر من انگوش گذاشته، گفته که این دختر مال منه. تو منطقه هر کی جیگر داره بره به طرفش. مردم میترسن دیگه. رئیس ساواک کی جرأت میکنه؟ کدوم جوون جرأت میکنه؟ اونم تو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بره طرف این. گفت هیچی، مرده اومد خودش به زور بدن اینو خواستگاری کرد و ما هم دیدیم هیچ راه چاره‌ای نداره، اون ازدواج کرد. بعد که فروپاشی شد ما دیگه فرار کردیم، اومدیم اینجا. این بچه، این بچه، این دختر بچه همونه، همون افسر KGB، افسر مثلا رئیس این تشکیل. خیلی خوب، حالا سوال، آیا زیبایی اون دختر باعث خوشبختی شده بود؟ به هیچ وجه. خیلی وقتا ما این اشتباه رو میکنیم. بعضی وقتا با پول اینجوری میشه، بعضی وقتا با پست و پوزیشن این اتفاق، در حالی که اینجوری نیست. اینو داره میگه، دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشت فر او. بعد میگه که اعمالی که ما انجام میدیم بازتابش به ما برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. خب حالا عشق این آقای این خانم به اصطلاح کنیز نسبت به این مرد جوان از بین رفت. میگه این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک. دیگه وقتی هم که مرد، این جوان مرد، وقتی هم که مرد دیگه به طور کلی این کنیز تو گویی که اصلا همچین جوانی وجود نداشت. حالا ظاهرا به نظر من حتی عزاداری هم مثلا دیگه نکرده بسش، اینقدر این کنیز بیمایه بوده در عشق ورزی خودش. بعد میگه که زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان قضایش ساقی است. میگه عشق مرده، اون عشقهایی که میرا هستند، دنبال اونا نرید، دنبال اون عشقهایی برید که برای همیشه و جاودانه زنده باقی بمونند. اون عشق، عشق حقیقی است که در قلب و روح ماست، نه در جسم طرف مقابل ما. بعد میگه عشق آن بگذین که جمعه انبیا، یافتن از عشق او کار و پیا. ببین انبیا یه عشقی در قلبشون بود که یک تنه به جنگ پادشاهان میرفتن، به جنگ یک جامعه میرفتن. شما دقت کنید، حضرت ابراهیم در زمان فرعون بوده، فرعون زمان خودش، حضرت موسی در زمان فرعون زمان خودش بود. حضرت ابراهیم که در زمان اون کی بود؟ نمرود، در زمان نمرود بود. موسی در زمان فرعون بود. حضرت به اصطلاح پیامبر خود ما در مقابل بنی چه میدونم قریش بود که اون همه قدرت سیاسی و ثروت و اینا دست اونا بود. این یه تنه در مقابل کفار مثلا مکه و مدینه و این حرفا وایساده بود و با اینا مخواست بود. اینا با چند انگیزه این کار میکردن؟ یه عشقی در قلبشون بود، اون عشق الهی بود که هرگز میرا هم نبود، تا آخرین لحظه زندگیشون هم این عشق در جاودانه در قلبشون باقی بود و هرگز نبود. بعد میگه که تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. نگو که بابا خب اونا پیغمبر بودن، اونا امام بودن، اونا اولیای مثلا الهی بودن. نه، قصه این نیست. همه ای ما میتوانیم ارتباط رو با خداوند برقرار کنیم. میگه تو مگو ما را بدان شه، اون شه خداونده دیگه. میگه تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. بعد حالا راجب اون پسره صحبت میکنه، من به اونش دیگه نمیخوام کار کنم. دقت کنید، میخواد توجیه کنه. میگه او نکشتش از برای طبعش، کی کشت اون پسر رو؟ طبیب الهی کشت دیگه. میگه او نکشتش از برای طبعش تا نیامد امر و الهام اله. میگه اون طبیب بچه رو نکشت بی خودی به خاطر دل شاه که مثلا رقیب و از سرایش برداره، تا زمانی که امر خداوند آمد که این باید از بین بره. بعد حالا ما میگیم خواه چرا خدا اینو اینجوری از بین برد؟
بعد میگه که آن پسر را کش خزر ببرید، حلق سر آن را در نیابد عام خلق. میبینیم دیگه شما داستان خضر رو دیگه میدونید دیگه در قرآن کریم که خضر و موسی با هم همراه شدن، سه تا کار عجیب غریب کرد خضر که موسی که موسی عقله نتونست اینو تحمل کنه. یکی اینکه تو آخر کشتی نشستن زد کشتی رو سوراخ کرد. خب موسی این چه کاری تو میکنی مرد حسابی؟ آدم اگه کشتی رو سوراخ میکنه. دومیش این بود که رفتن به اصطلاح یه جایی یه بچه‌ای داشت با بقیه بچه‌ها تو استخر مثلا بازی میکرد یا شنا میکرد، این رفت بچه هر گرفت سرشو برید، خضر سر بچه هر برید. موسی گفت بابا بچه رو بیگناه چرا سرشو بریدی؟ سومی کارش این بود که رفتن دوخه یه دهی شدن، چیز شده بودن به قول معروف بگو احساس میکردن که شغل میخواستن که به صلاح کار کنن پول در بیارن چیزی بخورن، نون بخورن. نون مجانی که بهشون ندادن هیچی، شغل هم بهشون ندادن. بعد دیدنش خضر یه دیوار خرابه یه شروع که اون دیوار خرابه رو درست کردن. موسی گفت آقا این چه کاری، آقا اینا به ما نون نمیدن بخوری، تو داری دیوار شهرشون رو درست میکنی، دهشون رو درست میکنی که اون وقت اونجا خضر بفتش که ببین ما دیگه با هم دیگه نمیتونیم همراه بشیم، تو درک نمیکنی کارهایی که من میکنم، همونطور که ما الان درک نمیکنیم کاری که اون طبیب الهی اون جوان رو زد کشت. توجه کردی؟ بعد میگه که آنکه جان بخشد اگر بخشد رباز، نایب است و دست او دست خداست. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد او لیک نیک بدنما. ببین کار درستی انجام داد ولی ظاهرش کار غلطی بود. بعد میگه پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد او لیک نیک بدنما. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. بگه اگر خداوند یک کسی رو می کشد، تو به ظاهرش نگاه نکن که اون طرف مرد، خداوند یک قدر و قیمت خیلی بالاتری برای او در نظر گرفته است که بدان جا او را خواهد. بعد میگه که بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن دم شادکام. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهم نیاید آن دهد. تو قیاس از خود میگیری ولی دور دور افتاده ای، بنگر تو نیک. ببینید میگه که خداوند اولا که مرگ و زندگی برای ما مرگ و زندگی است، مفهوم مرگ برای ما مفهومه، یعنی ما میگیم یکی مرد دیگه از پیش ما خارج شد، رفت نیست، غایب شد، رفت زیر خاک، تمام شد. در حالی که اساسا مرگ برای خداوند مفهومه، شما در هر لحظه ای که بمیری در همون لحظه در حضور خداوند زنده، پس یعنی مرگ اساسا برای خدا مفهوم نداره. طرف تو کشتی هزار تا، خدا نکنه البته، ولی هزار تا آدم میرن زیر آب، مقدرات الهی ایجاب کرده که اینجا اینا خفه بشن، در همون لحظه که اینا خفه میشن در همون لحظه در حضور خداوند زنده اند، در یک دنیای دیگری، شاید بسیار زیباتر، بسیار فراخته، بسیار قشنگتر از این دنیایی که حالا این بیمه به اصطلاح موج دریا هم توش وجود داره. نمیشه کردی؟ پس بربرین میگه ماها با مقیاسات ذهنی خودمون به قضایی ها نگاه کن، در حالی که بسیار دور هستیم از حقیقت جهان هست. خب دقت کنید حالا اینجا چی میخواد مولانا به ما بگه. میگه که ببین اینجا ما رو بردن رو نمیشتم. میگه که نیکلسون که میدونی که نیکلسون یکی از بزرگترین به اصطلاح مثنوی شناسان و مولانا شناسان قرن حاضره، انگلیسی هم هست، میگه که سخنی را از یک نسخه خطی برلین که اثر قلم یک شاعر ایرانی است چنین نقل و بر آن صحه نهاده، گفته شاه روح انسان است، طبیبان مدعی عقل هستند، کنیزک نفس ماست، طبیب الهی جمال حق است و زرگر عالم صورت یا دنیاست. توجه کردی؟
یعنی چی؟ میخواد مولانا به ما در این قصه به ما بگه که ببینید نفس شما مانند اون کنیزکه، هر روز عاشق یکی. امروز عاشق این جواهر فروش است، فردا عاشق اون ماشین فروش است، پس فردا عاشق اون به صلاح سردار مثلا سپاهه، پس اون فردا عاشق اون رئیس جمهوره، پس اون فردا عاشق اون ثروتمند آقای ترامپ مثلا. هر روز عاشق یک کسی، دقت کردی؟ اما این عشقهایی است که در پی رنگ است، اینا نماد نیست. اما اون روح که پادشاهه، اگر عاشق چیزی شد، عاشقی است که مادام میماند و در اون عشق ورزی پایدار است. درجه کرد چه ارز میکنم؟ این نکته اصلی قضیه است. و زرگر به اصطلاح چیزه، عالم صورته، عالم دنیاست، همین که گفتم. یه روز ترامپ، یه روز ایکس، یکی دیگه. پس برابری، نفس ما میتواند هر روز عاشق چیزی باشد، اما روح ما عاشق یک حقیقت مطلق میشود و همیشه با اون حقیقت مطلق چیز باقی میمونه. پس برابری باید نفسمون رو کنترل کنیم. نمیش کردی؟ نفسمون رو باید کنترل کنیم. خب من حالا میخوام که این رو هم چیز این هم که چون گفتم دیگه نمیخوام برم، برای اینکه وارد قصه توتی بشیم، قصه توتی کوتاهه، میخوام یه بریک بهتون بدم، هم دوستانی که توی زوم هستن یه استراحت و هم شما یه استراحت اونجا وسط پذیرایی هم براتون آماده است، برید یه گلوی تازه کنید، یه استراحت بکنید یه 10 دقیقه، بعد دو مرتبه برمیگردم یه قصه کوتاه براتون میگم، بعد دیگه همینجا به اصطلاح مطلب رو به پایان برسونم. خیلی ممنونم از اینکه توجه داشتید. 10 دقیقه دیگه لطف کنید دو مرتبه برگردید چای چیزی بخورید. من یه سلامی، به به، سلام بر دوستان زومی ما، ببینمتون. خیلی خوشحالم از دیدارتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم. لطف کنید این خودتون آن میوت بکنید، من یه سلام علیکی با شما داشته باشم. سلام علیکم، عرض سلام دارم. سلام خدمت دکتر شایچی، قربونتون برم. بفرمایید ببینم چه خبر اوضاع، مدتی ندیده میتون شما ها رو. خانم پرنیای عزیز، همه دوستان، خانم فریما، آقای ادیب، بسیاری دوستان دیگه. خیلی برنامه عالی بود جناب آقای دکتر، خیلی خیلی جالب بود. خیلی خوشحالیم که این داستانهای مثنوی رو مولانا رو شروع کردید شما، و بسیار بسیار پنداموز. بسیار متشکرم، مرسی. خدمت آقای کلانتری، دکتر کلانتری عزیزم سلام عرض می‌کنم. ارادت دارم دکتر، سلام از بنده است. بنده دیگه خیلی سعادت از ما اصلا روی برگردانده بود دکتر شایچی. من خیلی واقعا علارغم میل باطنی و علارغم ارادتی که به شما دارم، اختیاری متاسفانه سری درگیری‌های کاری بود. خب ما یکم هم از دانشگاه قول معروف یکم چرخش کردیم، البته فعلا مقطعی، برای همین این باب کووید که بود دیگه این آخریا من خیلی درگیر شدم. این مدتی هم واسه شما ایران بودم، به حال سعادت مدت ها بود یاری نمی کرد خدمت شما و بقیه دوستان برسیم. من علارغم میل باطنیم که دیر شد، ولی گفتم نه دیگه، امروز اگر از جلسه اول ما نریم، اولا بدعت دیر رفتن رو که اصلا من خیلی باهاش مخالفم، ولی خوشبختانه شما از اون شروع داستان که بسم الله دوم رو گفتید بنده بودم و آره، و از محضرتون حظ کامل رو بردم و میبرم. خیلی عالی به شما، همیشه مایه خرسندی ماست. بنده مخلص شما، ما که اصلا کلا چیزی بلد نیستیم در مورد مولانا و مثنوی و پیش شما که دیگه خیلی بلد نیستیم. من خیلی چیزا بلد نیستم، ولی این یه مورد رو دیگه اصلا هیچ خیلی خیلی بلد نیستم. نه خواهش میکنم، شما شکست نفسی میکنم. ما مخلص شماییم، خدا شما رو حفظ کنیم، قربونتون برم. ما از این فرصت باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. من این رومی ها رو فرستادم بیرون برم یه چای مایی. از این فرصت استفاده خصوصی یه خانم فریما برام یه دینه شعر قشنگ بخونم، ما لذت ببریم، یه استراحتی هم من بکنم، در این فاصله برم یه لیوان آب این بی‌انصافی به ما ندادن بخوریم. من یاد محرم زوم میافتم آقای دکتر، شما با دهن روزه و واقعا چقدر واقعا شما لطف دارید، انقدر واقعا شما
حالا ما مستمعهای خوبی نیستیم که صاحب سخن رو بر سر، من خودم میگم البته جسارتا، مستمع خوبی نیستم که صاحب سخن رو بر سر حرف بیارم، ولی خب به هر حال صاحب سخن اینقدر خودش ماشاءالله صحبت دارید شما، مستمع خوب هم نداره. نه خیلی ممنونم، بزرگوارید، معذرت شما بی‌نهایت متشکرم. قربون شما، خدمت دوستانی هم جدیدن به ما ملحق شدن عرض سلام دارم. خانم نیکو هستن، نمیدونم خانم زیبا، نمیدونم دیگه سوری خانم و قدیری، هایده قدیری، سرکار خانم هایده قدیری و فریبا و خانم فریبا، خانم دکتر فریبا میشناسم ایشون، همینطور ایشون پنهان میاد و پنهان میرود. درود بر شما، سپاسگزارم بابت برنامه های عالی. یه چیزی بگیم. خب خانم فریبا، من خیلی خوشحالم، یه شما تا خودتون آب بده کنم، من یه لیوان آب بر خودم بیارم و شما شروع کنید این شعر قشنگی برای ما بخونید. دوستانم اینجا هستن، صداتون نمیشنم، رومیام دارن یواش یواش میاد. جان سر عرض سلام مجدد دارم خدمت همگی. نمیدونم اصلا تو مودش هستی چیزی بخونم یا نه. بله چرا که نه سرکار خانم فریبا، من که خودم خیلی مهجور بودم از هم سخنان استاد چایچی و از حسن و لطف صدای شما، و هر صورت من از بقیه دوستان وکالت رو ندارم ولی از قول خودم داری قربان، وکالت داری مخلصی. چون برنامه مولانا هست گفتم تصنیفی بخونم که شعرش از مولانا باشه، این در آواز دشتی در دستگاه شور هم هست. خدا کنه خوشتون بیاد. میگن حالا من نمیدونم، گویا مولانا اینو در بستر مرگ به اصطلاح میسروده و مخاطبش هم پسرش هست، چون پسرش کنارش بوده وقتی در بستر مرگ بوده. رو سر بنه به بالی، رو سر بنه به بالی، تنها مرا رها کن. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن. ترک من خرابه شبگرد مبتلا کن، شبگرد مبتلا کن، آی شبگرد مبتلا کن. ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده، ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن، صد جای آسیا کن، آی صد جای آسیا کن. خیره کشیست ما را، دارد دلی چو خارا، خیره کشیست ما را، دارد دلی چو خارا. بگشد کسش نگوید، کسش نگوید، کسش نگوید. تدبیر خونبها کن، آی بگشد کسش نگوید، کسش نگوید، کسش نگوید. تدبیر خون بها کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، از من گریز
تا تو اندر بلو نیفتی بگزین ره سلامت ره سلامت سلامت ترک ره بلا کن آی بگزین ره سلامت ره سلامت ره سلامت ترک ره بلا کن ماییم و موج سودا شد آب روز تنها ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن خواهی برو جفا کن آهای خواهی برو جفا کن. خیلی متشکرم. بسیار عالی. بسیار چه انتخاب شدید. متشکرم. برسی رومیا همه تونو دارن میبینن شما هم لطف دارن آقای چاچی درست میگن که مولانا اینو در بستر مرد برو که پسر کنارش بوده. دقیقا درست. حالا داستانش مفصله، بعدا در یه فرصت مناسب اینو این داستان این غزل رو براتون خواهم. بله خیلی متشکرم. مرسی. خب خانم پرنیای عزیزمون هم تشریف دارن. دوستانی که توی اتاق هستن اگر شعری مطلبی چیزی دارید میتونید بیایید اینجا بشینید بگید. این میدون فقط به این زومیا ندید. این زومیا رومی هایی بود خود مأخوذ به حیا هستن خانم فریما. برحال خانم پرنیای در شاعران بسیار خوب ما هستن در اورنج کانتی. کتاب های شعر جدیدی دارن. اخیران کتابشون به چاپ رسیده، بسیار جذاب و جالبه. من هم یه نسخه شو دارم. حالا من میخوام خواهش کنم که خانم پرنیا اگه آمادگی دارن یه غزل قشنگی برای اون بخونن که دوستان ما هم مستفیض بشن. مرسی. چشمت من عرض کنم که آقای دکتر شعرهای ما وقتی شعرشون رو میگفتن تفسیرشو نکردن برای ما. بله. این تفسیر خیلی مهمه و من یکی از این کتاب هم تفسیرشم نوشتم به نام شوق حضور هست کتاب. و الان شعری هم که برای شما میخونم قبلش میگم که این رنج های زندگی ما اگر متوجه بشیم گنج زندگی ماست. و اگر کسی بتونه از این رنج ها گنج بسازه برای خودش، اون وقته که آرامش روح به دست میاره و خوشحالی درون و در نتیجه بعد از این مرحله به داد دل دیگران میرسه و این نهایت بهترین زندگی است که ما میتونیم داشته باشیم. و من این رو تشبیه کردم به الماس. کن نظر در عمق الماس و ببین خورشید را، چون درخشد شرح حالش را بجو در روشنا. آن زغال سختی بوده در عمق زمین، در فشار سخت و سنگین گشته حجمی پربها. وان گل آبی که می رقصد به زیبایی در آب، از گل و لایی گذشته تا شده بس دل ربا. درد و رنج زندگی سازد تو را هر لحظه ای، شکوه از غم نامرادی ها نکن در ابتلا. در حقیقت دید انسان پایه افکار اوست، زشت و زیبا می کند یا خوب و بد در هر کجا.
با تحمل رو روبرو گردی، دهد پندی گران گر گذر کردی ز غم، شادی شود بی انتها. در که این معنا بسازد روح و جان را بس فهیم. پرنیا بگذر ز خود، خواهی که گردی با صفا. بسیار خیلی ممنون. ممنونم خانم پرنیا عزیز، تشکر میکنم از شما عزیز بزرگوار، چه از رومیان چه از زومیان. اگر تا اینجا نکته‌ای، مطلبی، کامنتی وجود داره، سوالی هست بفرمایید، وگرنه من اسکرین شیر کنم و بریم روی قصه بعدی که بسیار قصه جذابی هم هست. آقای یه نکته میخوام. بله آقای جناب ادیب. جان خواهش نه. بله یه لحظه اجازه بدید آقای قائمی داخل سالن یه سوال دارم اونو بپرسم، من در خدمت شما. بفرمایید آقای قائمی. اون بحث آفرین زندگی مولانا دقیقا دارم اشاره کردیم بر اساس همون داستان قضیه در قرآن. بله مولانا بحث نفس و روح رو دارم مطرح کرده، یا اون آقای تفسیر کرده نفس و روح، نفس و روح روح رو گرفته بود اون پادشاه و نفس رو کنیز. ما در قرآن روح رو به معنی که ما در فارسی فارسی نداریم، در قرآن اون چیزی که فارسی روح میگیم در قرآن نفسه. نفس رو از وجوه مختلفه در قرآن نفسه، نفس لغوانه، نفس مطمئنه و فیروزه. حالا این رو چون ببینم که شما به صلاح این روح رو دقیقت نفس مطمئنه شاید اطلاق کرد از اون دیدگاه، بعد از اون بچه به صلاح بخواهیم با قرآن اون داستان قرآنی نیست. با هم بله به زیبایی روش این داستان رو سوار کردن. مرسی. بله نمیدونم دوستانی که توی زوم هستن شنیدن صحبت های آقای خیلی 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 جالب بود. من به صلاح میگم ایشون سوالشون این بود که آنچه که ما در مفاهیم قرآنی میشناسیم نفس و روح دو مقوله مختلف هستن، در واقع به یه نوعی یکاسه هستن، ولی ما حالا دوگونه میگیم از دیدگاه به صلاح حالا چیز از دیدگاه مولانا نفس رو میگه همین نفس انسانی، طرف فهمیدید، و تمایلات انسان نسبت به جهان هستی. روح رو میذاره کنار، میگه روح همونی که ما در قرآن داری که یسالونک عن روح قل روح من امر ربی، اون رو در نظر میگیره. ولی آیه قائمی میفرمایند که بله ما از دیدگاه تعالیم اسلامی داریم که نفس لوامه داریم، نفس اماره داریم، نفس لحامه داریم، نفس مطمئنه داریم. اینا مراتب نفس هستش که به بیانی جنبه معنوی هم پیدا میکنه نفس، صرفا این جسم و خواسته های جسمانی نیست. حالا من میخوام بگم که بله این حرف کاملا درسته، فرمایش آقای قائمی کاملا درسته، منتها مولانا برای اینکه کار حسین ما آسون بکنه میگه نفس همین تمایلات به اصطلاح جهانی است، این دنیایی است که با همون نفس اماره ای که شما میفرمایید که امر میکنه ما را به چیزهای مختلف، اینو یک کاسه میگیره، ولی اون بخش رو تکامل روح قرار میده که معنیش هم در قرآن همینه که از تو از خطاب پیامبره میفرماید که از تو میپرسن که روح چیه، بگو که روح از امور پروردگار من است. و ادامه آیم اینه و شما از علم بسیار کم از آن را میدانید. نمیتونید. یعنی شما ها درکی نمی کنید. علم شما در اون حدی نیست که مفهوم روح رو به درستی بتونید درک بکنید. و همین دلیل هم البته نگفته که
روش فکر نکنید، روش مثلا تحقیق نکنید، فلان نکنید. نه، نگفته ممنوعه مطالعه در باب رو، ولی گفته که شما علمتون در این وادی بسیار کم. حالا اینقدر علم وسعت داره که حالا ما بخوایم روح رو درک بکنیم، خب خیلی جا داره. البته الان دارن کار میکنن و رو بخش روح دارن کار میکنن، فکر نکنید که علما و دانشمندا اینو قرار گذاشتن. ما حتی حالا یه بحث تخصصی خدمتتون عرض کنم، کتابش هم به چاپ رسیده، روح نباتی. الان محققا خصوصا در لندن، در انگلستان، تو این یه اینستیتوت بسیار وسیعی است که راجع به روح نباتی دارن تحقیق میکنن که آیا گیاهان هم دارای درک و فهم و روح و احساس هستن یا نیستن. یادتون باشه تا یه زمانی ما گفتیم حیوانات فاقل فهم و شعورن، در حالی که الان میبینیم که نه، بنگاه حمایت از حیوانات در اومده، میگن آقا اصلا حق نداری بچه مثلا چه میدونم گوسفند رو به صورت جنین از شکمش بکشی بیرون، این غیر قابل تحمله، شکایت میکنه از شما، نمیدونم حق نداری با اون حیوان اینجوری برخورد کنی، حق نداری جلوی گاوا سر گاو دیگر بگیری ببری، این زشته، مثلا از این حرفا. خب ولی راجع به گیاهان هنوز این، هنوز ما به این درک نرسیدیم که گیاهان هم همچین احساسی رو دارند، توجه کردی؟ ولی دارن کار میکنن و معتقدن که چرا دارند و درک میکنن و میفهمن و واکنش نشون میدن. حالا اگه بخوام وارد این مقوله بشم خیلی جایی بحثه. خیلی ممنون، سوال بسیار خوبی. خب آقای ادیب بزرگوار، من در خدمت نخواهش من یه چیز کوچولو در تایید جناب بسیار عالی تفسیر فرمودین، باید اینا رو چاپ کنیم واقعا. ولی خب ببینیم مولانا برای دوستان و جناب دکتر یه آب صاف و گوارا رو در ظرف شعر و تمثیل و حکایات ریخته و به ما هدیه داده، درست؟ ولی ما اون آب رو دور می‌ریزیم طبق فرمایش جناب عالی و فقط ظرف رو می‌گیریم، ما به محتوای اشارات و پیام‌های او توجهی نداریم، بلکه خود رو با ظرف مشغول کرده ایم. اشعار، اشارات، تمثیل‌ها، حکایات او رو می‌خونیم، به به می‌گوییم. اصل حرف مولانا با ما این است که بر این نفس بمیرید، همونطور که دوست ارجمند من گفتن، جناب عالی فرمایش فرمود. حالا اگه ما خود رو از اسارت نفس آزاد نکنیم، اگر بر نفس نمیریم، فایده و معنای بهبه چیست؟ عرفان مولوی در حقیقت کلید گشاده گشودن حصار نفس است. بنابراین باید اونو از شعر و ادبیات و کتاب به درون خیشتن خود بکشونیم، باید محتوای پیام او را در خود پیاده کنیم و باید از یک بعد مفید زنده و پویان را نگاه کنیم. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. و تشکر از شما بسیار عالی بود جناب عدید، بسیار عالی بود، دستتون درد نکنید. یه سال خدمتون داشتم اگه اجازه بدید. اجازه داده بله که سوال راجب کتاب های دیگه مولوی اگه ممکنه توضیح بدین که کدومش قبل از این بود که با شمس برخورد کرد و به سلام عارفانه شد و کدومش بعد در قبل بوده شده. البته ببینید، البته این کتاب مثنوی و به سلام غزلیات شمس تقریبا همزمان با همدیگه سروده می شدن و کار می کردن. معمولا تو کلاس های خصوصی که مولانا با شاگرداش داشت و اون رقص و سما و این کارها انجام می دادن، شبانه، برنامه شبانه شون همون غزلیات شمس. ولی توی روزها که مولانا توی مثلا مسجد تدریس می کرد برای شاگرده ها، نه شاگردان خصوصی، عام شاگردان، همین مثنوی بود که البته شاگردان خصوصی هم تو اون کلاس‌های عمومی شرکت می‌کردن، که مثنوی بود که حسام الدین چلپی و چند نفر دیگه اینا رو تون تون یادداشت می‌کردن که همین کتاب مثنوی شد، چون مولانا هیچ اصلا شعرهای مثنوی رو خودش ننوشته، فقط حرف می‌زده، با شعر حرف می‌زده و این شاگردا 3-4 تا بودن بیچاره تون تون می‌نوشتن.
ده شده این کتاب مثنوی. ولی اون کتاب چیز، کتاب مراسلات، مراسلات رو بعد از مولانا جمع آوری میکنن. چیزی نبوده که مولانا بیاد اینا رو مثلا مثلا یه کتاب در بیاره. اون نامه هایی که نوشته بوده به دخترش، به پسرش، به پادشاه، به این ور اون ور نوشته بوده، اونا رو بعد با جمع میکنن میشه کتاب مراسلاتش. ولی مجالس سبعه و اینا رو در واقع پیش از این که این کتاب مثنوی رو شروع کنه اینا رو داشته، چون به هر حال این مفتی اون منطقه بوده و میرفته و سخنرانی میکرده و این صحبت‌هاش رو هم باز هم شاگردا اونا که پای منبرش نشسته بودن یادداشت میکردن و بعد به صورت یک کتاب در اومده. این اطلاعات کلی است که من میتونم بگم. خیلی ممنون. خب حالا اگه اجازه بدیم برگردیم و اون قصه بعدی رو بگیم، چون وقتمون هم خیلی زیاد نیست. امروز کمی طولانی شد به خاطر اینکه اون 18 بیت رو من براتون گفتم یه خورده از برنامه عقب افتاده، مگر نه دفعات دیگه اینجوری نمیشه. میایم میریم سراغ قصه بعدی. با اجازهتون من شیر کنم اینو. بله بله میبینید دوستان دیگه نه این رو. اما قصه توتی خیلی داستان قشنگیه. قصه توتی که روغن را در دکان بقال ریخ و در اثر کتک های بقال پرهای سر او ریخ و با دیدن جولقی تاس به سخن آمد. دقیقاً که این عنوانی که من براتون میخونم دقیقا همون عنوانی است که تو مثنوی اومده، یعنی خود مولانا اینو گفته اینجوری تیتر بندی بکنید. خیلی جالبه. میگه بود بقالی و ویرا توتی، خوشنوایی سبز و گویا توتی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاضر بودی. خواجه روزی سوی خانه رفته بود، بر دکان توتی نگهبانی نمود. گربه‌ای برجست ناگه بر دکان، بهر موشی توتیک از بیم جان. جست از سوی دکان سوی دگر، شیشه های روغن گل را ببخشید، جست از سوی دکان سوی گریخ، شیشه های روغن گل را بریخ. از سوی خانه بیامد خواجه اش، بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. دید پر روغن دکان رو جامه چرب، بسترش زد گشت توتی کل ز زر. کل یعنی کچل شد، کل ز زر. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. ببینید داستان خیلی داستانه روون و ساده ایه. یه بقالی دکون داره، یه توتی هم داره تو دکونش. توتی خیلی توتی خوش سر زبونیه، یه چند کلمه میدونه دیگه. توتی مثلا 10-20 کلمه یاد میگیره، میتونه یه حرف سلام، چطوری، خوش اومدی، خداحافظ، این دیگه. بیشتر از این توتی از زبان ما آدم ها بیشتر از این دیگه چیزی درک نمیکنه. همین خوش زبونیش مثلا یارو یه جنس میخرید مبارک باشه مثلا توتی بهش میگه، یارو مشتری ها خوششون میومد از این حال. همه این باعث رونق دکون این آقای بقال شده بود. بعد بقال میدونی که قدیم ما بقال اینجوری بود، تا ساعت سر ظهر که میشد میبستن میرفتن مسجد نماز میخوندن، بعد از مسجد میرفتن خونه، نهارشون رو پیش خانم بچه ها میخوردن، یه ساعت دو ساعتی هم بعد از اون میخوابیدن. دم مثلا ساعت 3-2:30 مثلا یا 4 میمونن دکون رو دو مرتبه باز میکردن، ادامه میدادن تا سر مغرب. سر مغرب نمیشد باز میبستن میرفتن مسجد نماز جماعت، بعد دیگه برمیگشت میرفتن خونه و میخوابیدن. باز صبح زوده، فردا ساعت 6 صبح خیلی زود، من یادمه بقالا صبح خیلی زود در دکونشون باز میکردن. حتی مثلا من یادم ما صبح میرفتیم پنیر میخریدیم از بقال سر کوچه، پنیر تازه، شیر تازه میرفتیم از بقال سر کوچه میخرید. اینجوری بود. پس بنابراین سر زور که میشد بقال در دکونی که میخواست ببنده، در قفس توتی رو باز میکرد که توتی بیاد از تو قفس بیرون. توتی اهلی بود، دیدید من دیدم تو خونه توتی هست، در قفس رو باز، توتی میاد رو قفس راه میره این برون بر میاد رو شونه مثلا صاحبش میشینه. علیان یه دفعه که این بقال در رو باز کرده، توتی هم بنده خدا اومده بود بیرون،
قدم میزد برخوش جای نشسته بود، یه موشی، یه گربه‌ای داخل مغازه بود، این کمین موشه رو کرده بود. موشه که میاد عبور کنه یهو میپره که موشه شکار کنه، این توتی به لحاظ غریزی از گربه میترسه دیگه، این یهو وحشت زده میشه، پر میزنه به یه طرفی که فرار کنه، میخوره به شیشه های روغن گل و این روغن ها میریزه تو دکون و روم اجنا و سوگنده که سبدکاری میشه دیگه. بقال میاد، بقال میاد تا میشه واه واه واه، این روغن ها ریخته، روغن ها ارزشمند بود، گرون بود اون زمان، روغن گرفتم مگه کار آسونی بود؟ گرون بود روغن ها که ریخته، گند و کثافت هم هست، توتی هم اونجور عصبانی میشه، میگه مثلا فلان فلان شده، من تو رو آزاد کردم قدم بزنی برای خود، حالا بهت رحم کردم، زدی روغن ها ریختی، میزنه تو سرش. وقتی میزنه تو سرش، موهای کله این بیچاره میریزه، کچل میشه. خب توتی هم میره تو لک، به قول معروف قهر میکنه توتی هم، دیگه حرف نمیزنه. حالا چرا؟ برای اینکه توتی، دقت کنید، همه اینا نکته است، برای اینکه توتی قادر نیست که برای بقال توضیح بده بدبخت. دقت کنید، اگر زبون داشت میتونست توضیح بده، میگفت آقای بقال ببخشید بی زحمت، من مقصر نیستم، والا ما نشسته بودیم مثل آدم حسابی، کاری هم با کسی نداشتیم، یه دفعه این یارو پرید، منم خب منم غریزی گربه طرف من پریده، خب من میترسم دیگه، خوردم به این، اینجوری شد. بقال هم میفهمید، درک میکرد و توتی رو کتک نمیزد، اما چون توتی قادر نیست، زبانش الکنده، نمیتونه اینو توضیح بده، برای من کتک میخوره و کلش هم کچل میشه. خوب دقت کن، بقال از این حالت بعد خب دو سه روز خشمش فرو میریزه دیگه، بعد میبینه توتی هم حرف نمیزنه، پشیمون میشه، عجب کاری کردیم، و ببین توتی به این قشنگی اون طفلک، اول که کچل شد که خیلی بد شد، دوم این که دلخورم که شده دیگه، حرفم میخواد، حالا بیا توتی جون اشکال نداره، من فراموش کردم، بیا حالا پسته بخور. توتی روشو میکنه اون بعد نگاه نمیکنه، هر قر کرده دیگه. خب بقالم ناراحت، چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه میبینه که جولقی، جولق یه گروهی از دراویش بودن که خیلی مراتب سر سلوک مشکلی رو بعد طی میکردن، وقتی که میشدن قطب دراویش، یعنی میشدن آیت الله عظمای مثلا دراویش، خیلی سطح بالا که میشدن، آرمشون این بود که کله هاشون چیکار میکردن؟ میتراشیدن، کچل کچل تیغ مینداختن به قول من. خب یه جولقی که یک قطب مثلا از دراویش خیلی سطح بالا بوده، از اونجا داشت عبور میکرد، یه جولقی سربرهنه میگذشت، با سری بیموی چو پشت تاس و تشت. توتی اندر گفت آمد آن زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان، از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ دقت بکنی، قیاس به نفس کرد، تو توتی حرف نمیزد، یه دیگه یه کچل داره جلوی مغازه همچه، آه رفیق بگو ببینم چی شده، تو چرا دیگه کچل شدی؟ مگه تو هم روغن ریختی که کچلت کردن؟ مردم خندهشون گرفت، یعنی اینو قیاس به نفس که خود دقت کنید، از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پنداش صاحب دلق را. صاحب دلق یعنی کسی که دلق داره، اون دلقی که میذاره کلشون دلق میشه. بعد میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه با ند در نوشتن شیر شیر. خلق عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را سواست. جز که صاحب ذوق که بشناسد بیا، او شناسد آب خوش از شورا. دقت کردی؟ میگه ببین، ما قیاس به نفس میکنیم، همه چیز رو قیاس به نفس میکنیم. اون داستانی که گفتش که آن یکی شیریست اندر بادیه، این دیگر شیریست اندر بادیه، آن یکی شیریست کادم میخورد، بندگر شیریست کادم میخورد. بعد میگه که ما همه شیریم، شیران علم، علم یعنی پرچم، ما همه شیریم شیران علم، حمله ما از باد باشد دم بدم،
میگه ما هممون هم شیری ولی شیرهای پرچمیم، علکی هستیم، ما هم مثل اینجوری حمله میکنیم، با باد حمله میکنیم. بعد میگه ما همه شیریم، شیران علم، حمله مان از باد باشد دم به دم، حمله مان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آنکه ناپیداست باد. دقت کرد چقدر این مفاهیم زیباست. میگه ما همه خودمون رو با علما و اولیا و بزرگان مقایسه میکنیم، در حالی که اون جولق اگه به اون مرحله رسیده 60 سال ریاضت کشیده تا به اون مرحله رسیده. توتی فکر یکی زد توش کلش کچل شده، بس اینم مثل اونه. برگشته میگه آقا تو چرا مگه روغن ریختی؟ خب بعد میگه که این خیلی جالبه، دیگه خلق عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق زبدال حق یعنی انسان‌های وارسته، ابدال آزادگان، کمتر کسی آزادگان رو می‌شناسه. هر دو صورت گر به هم ماند رباست، آب تلخ و آب شیرین را سپاس. هم آب تلخ هم آب شیرین صفا داره. شما لب آب دریا هم بری اون نسیم خنک بهت می‌خوره، اما اگه لب به آب دریا بزنی تا حلقت تا جگرت می‌سوزه. آب شیرین هم همون صفا رو داره، ولی آب شیرین میخوره گوارای وجودته. پس برابری یک کسی باید باشه که تشخیص بده که آب شور کدومه، آب شیرین کدومه. توتی با جولق باید تفکیک داده بشه. اگر هر دو کچل هستن خب این دوتا خیلی با هم ولی متفاوته. خب بعد میگه که این دیگه آخر قضیه است. حالا نکته جالب اینجاست، دقت کنید اونجایی که مولانا میگه که اگر من راجع به عشق صحبت کنم نمیتوانم عشق را برش توصیف کنم، مگر اینکه شما به عاشقی برسید تا خودتون رو درک کنید، قصه توتی هم دقیقاً همینه. مولانا میگه من مثل این توتی هم دیگه نمیتونم عشق را برای شما بگم، حوزه کلمات من، دایره کلمات من، دایره زبان ما برای بیان بعضی از حقایق به اصطلاح عرفانی و عاشقانه قادر نیست که این مفاهیم رو چیکار کنه برسونه. منم مثل اون توتی هم خیلی تلاش میکنم که حرف بزنم اما نمیتونم، چون نمیتونم مورد عتاب و خطاب قرار میگیرم. در کاری چی شد؟ خیلی این قصه ای توتی به زیبایی مکمل داستان چیه؟ قبلیه، که چون قلم اندر نوشتم بی شتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. پس برابر این جنبندی صحبت‌های امشب این که یک، نفس عاشق است ولی عاشق ظواهر است، روح عاشق است اما عاشق مفاهیم است و دائمی است مثل پادشاه، و بعدم که دامنه عشق، بیان وادی عشق در حوزه کلمات ما نمی گنجد. تازه مولانا بسیار حوزه کلماتش وسیع است. توجه کردی چی میخوام بگم؟ بسیار وسیع است، ولی بازم میگه من نمیتونم بیان کنم. انشاءالله که شما عاشق میشوید و عشق را درک میکنید خودتون. خیلی متشکرم برای مرسی خیلی. خب خدا شما رفت. خب دوستان عزیز زومی، ما رومی ها رو که مرخص کردیم، حالا شما زومی ها رو چه کارتون بکنیم؟ اگر صحبتی هست، سوالی هست بفرمایید، وگرنه که دیگه با شما هم خدا بزی کنیم. فرمونتون برم خدا بزیم. اگر میخوایی صحبت کنید خودتون رو آنمیوت کنید، همه تون قادر هست خودتون رو آنمیوت کنید. یک دنیا سپاسگزار. قربانشون، مرسی، خدا حافظشون، مرسی، خدا حافظ. خب پس اگر سوالی نیست، نکته ای نیست، ما میتونیم خدافظی کنیم و انشالله هفته آینده. آقای دکتر چاچی، من یه سوال داشتم. بفرمایید خانم فریدی. بفرمایید. در مورد خب اشعار حافظ هر کسی میتونه یه تعبیر متفاوتی داشته باشه. خواهش میکنم. میخواستم ببینم در مورد همین داستانهای مثنوی آیا اینم صدق میکنه؟ آیا ممکنه کسانی دیگه تفسیرات کاملا متفاوتی داشته باشم یا اینکه نه؟ ممکنه واقعا که کسانی باشن تفسیر متفاوتی هم داشته باشن، اما بله. اون چه که من تا به حال مطالعه کردم، حالا حداقل در حد الف به آشنا هستم با مثنوی، دیدم که عمدتاً
آقای مثنوی شناسان دانشمندان تفسیرهای مختلف، شما میدونید که آقای محمد تقی جعفری، جناب زرین، اسمشون چیه؟ زرین کوب، جناب زرین کوب و دیگران و دیگران اینا تفسیرهایی که کردن، غالبا دیدم خیلی با هم شباهت های نزدیک. بله من ندیدم خیلی با هم متفاوت باشه. قربان شما. دیگه نکته ای مطلبی؟ خب اگر نیست که پاشیم بریم خونه هاتون دیگه. بسیار خب برید خونه هاتون دیگه. خداحافظ. خیلی متشکرم. ممنون. تشکر. ان شاء الله ساعت 6 بعد از ظهر همدیگر بازم ملاقات میکنیم. بسیار قربانتون. خوشحال شدم از خیلی ممنون. متشکرم از اینکه لطف کردی تشریف داشتید. ارادت داشتید. خداحافظ. قربان شما. قربان شما. خدا نگهدار.